سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. خوش اومدین به چنل خودتون، با ما همراه باشین در بازار خوش رنگ و لعاب تجریش تو یه روز آفتابی پاییزی. امروز که این ویدیو رو براتون ضبط میکنم 3 آذر 1402 که تاریخ به میلادی میشه 24 نوامبر 2023. ساعت تقریبا 3 ظهر و امروز اتفاقا جمعه است و همه به اتفاق دوستان و آشنایان و خرید و سرگرمی اومدن به این بازار. شلوغی جمعیت مشاهده میکنین دوستان. امیدوارم حس خوب و اطلاعات مفیدی از این ویدیو بهتون برسه. همین اول ویدیو بگم که شما میتونین بازار یا محله بعدی رو برای ما کامنت کنین و بگین که دوست دارین از کجا فیلم برداری بشه. خب بچه ها، گوشه کناره این بازار پر از این موزیسین های خیابونی که بله اجازه ندادن بیشتر از این ازشون ویدیو بگیریم، ولی خب اکثرا اجازه میدن. کارشون قشنگه، آدم میتونه ساعتها بیسته و تماشاشون بکنه و از موسیقی که مینوازن لذت ببرن. بازار رو دارن بازسازی میکنن به خاطر بافت فرسوده‌ای که قبلا داشت. سنگ فرش ها رو تازه زدن و بعضی از مغازه ها رو هم کاملا از نو درست کردن. بچه ها، ما الان از سمت میدان تجریش که بازار از همونجا شروع میشه اومدیم به سمت میدان قدس و بعدش وارد بازار قدیم سرپوش بشیم. بازار تجریش تو منطقه شمیرانات و تقریبا شمال شهر قرار داره. چون منطقه خیلی خیلی شلوغیه، اکثرا با مترو میان اینجا و مترو هم دقیقا اول بازار قرار داره، یعنی میدان قدس قرار داره. متروی تجریش آخرین ایستگاه خط 1 هستش و دقیقا سر میدان قدس. بازار اینجا همه روزه از ساعت 9 تا 10 شب بازه. بچه ها، یه نکته ای رو هم بگم که اینجا به خاطر عرض کم بازار و شلوغی زیاد یکم سخت بود بخوایم فیلم برداری کنیم، چون همه به هم برخورد میکنن و گاهی هم جلوی دوربین رد میشن عذرخواهی ما رو پذیرا بشین. در هر صورت تلاش کردیم و تو این وضعیت هم تونستیم فیلم بگیریم. اگه کم و کسری بود ببخشید. بچه ها، توی این بازار مثل بقیه بازارهای دیگه که به اتفاق همدیگه رفتیم مشاهده میکنیم آزادی حجاب وایرال شده و دیگه کسی از نداشتن شال و روسری نمیترسه. همه چی کاملا عادیه و کسی به کسی کاری نداره. مردم شهر رو با تیپ ها و استایل های جدید خوش رنگ تر کردن. توی این بازار آزادی نوع پوشش رو شما میتونید مشاهده بکنید. بچه ها، این بازار جنبه تاریخی هم داره، به همین دلیل هم هست که توریست هم
به این بازار زیاد میان، امکان داره شما خیلی توریست ببینین که بخشی از این بازار شما میتونید صنایع دستی ایرانی رو مشاهده کنید. به عنوان سوغاتی خیلی میخرن. همه میدونیم که اینجا یکی از زیباترین و سرزنده ترین بازارهای تهران محسوب میشه. تو همه فصلها پر رونق و همیشه مخصوصا تو روزهای مناسبتی و تعطیل فوق‌العاده شلوغ و پر رفت آمده. از میوه فروشی بگیرین تا لباس و پوشاک و سوغاتی و فست فودی توی این بازار یافت میشه. همونطور که همه میدونیم امامزاده صالح هم وصل به بازار تجریش که از بعضی از کوچه های این بازار سرپوش راه داره به امامزاده صالح، یعنی میتونید دسترسی داشته باشین از داخل بازار به امامزاده. خب بچه ها وارد هیجان انگیز ترین بخش این بازار میشیم. اینجا میدون میوه تجریشه. در اینجا همه نوع میوه پیدا میشه و یه جورای قلب این بازاره. حتی میوه هایی که فصلشون نیست شما میتونین اینجا پیدا بکنین. یه جورایی انقدر اینجا شلوغه که همه به هم برخورد میکنن و حتی راه رفتن عادی هم سخت و اینجوری از جلو دوربین رد میشن. امیدوارم که درک کرده باشین اینجوری فیلم گرفتن ما رو، چون اینجا فوق العاده شلوغه و از سر تا سر تهران مخصوصا جنوب تهران برای تعطیلات و خرید به این بازار میان و به قسمت پایانی بازار داریم کم کم نزدیک میشیم. این قسمت همش آجیل و خشکبار و سوغاتی و سوهان و اینجور چیزا دارن. اینم انتهای بازار که میرسه به همون میدون تجریش، همون جایی که فیلم برداری رو شروع کردیم. توی این روزای پاییزی هم بلال و لبو و غیره همیشه اینجا بساط دارن که باعث میشه خاطرات بازار تجریش دلنشین تر بشه. ممنونم تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. حتما تو کامنت ها نظراتتون رو بنویسین. اگر بازاری محله ای از تهران رو دلتون میخواد ببینین رو برای ما کامنت کنین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.